با درود بر ملت ایران و درود بر روان پاک همه جانباختگان در راه ایران زمین، به خصوص پرسنل نیروهای مسلح شاهنشاهی که در فاجعه 57 بیشترین تلفات را متحمل شدند و جوانانی که در کف خیابانها خونشان برای آزادی ایران زمین از چنگ رژیم غاصب جمهوری اسلامی به روی خاک پاک میهن ریخته میشه. من ایمان انصاری هستم و برنامه تلویزیونی 555 جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات ایران را حضور شما تقدیم میکنم. همچنان اخبار در جمهوری اسلامی بسیار اسف‌انگیز است و رژیمی که در انزوای کامل بوده روز به روز فشار خودش رو بر مردم اضافه میکنه. هفته گذشته از دلایل یک جنگ مجازی برایتان گفتیم و جبهه های مختلفی که این جنگ میتواند در آنها شعله ور بشود را برایتان برشمرد. در پی رزمایش مشترکی که جمهوری پاکستان، جمهوری ترکیه و جمهوری آذربایجان در شمال ایران برگزار کردند، رژیم جمهوری اسلامی نیز آمادگی خودش را برای اجرای یک رزمایش در مرز آذربایجان اعلام کرد و این رزمایش را انجام داد. منطقه مرز آذربایجان و مرز ارمنستان همانطوری که میدونید در سال گذشته پس از جنگی که بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان انجام گرفت، تغییرات جغرافیایی و سیاسی در اونجا انجام شد که نهایتاً منافع ایران رو در خطر داره قرار میده و همینطور سخنرانی هایی که رئیس جمهور آذربایجان و رئیس جمهور ترکیه انجام دادن، اینها نشان از یک تهدید جدی برای منافع ایران زمین است. مقاله جالبی دیدم از یکی از هموندان جبهه هماهنگ مبارزان ایران، آقای دکتر بهمن جلدی. این مقاله که با نام محور شیطانی ترکیه، پاکستان و باکو پخش شده، شامل بسیاری از نکات ظریف سیاسی و ژئوپلیتیک یا جغرافیا سیاسی است که برای همین از آقای دکتر جلدی درخواست کردیم که در این برنامه همراه ما باشه. آقای دکتر جلدی مبارز ایرانی، تحلیلگر سیاسی و دبیر مرکز مطالعات ایران در کانادا و وکیل بین‌المللی است. آقای دکتر جلدی بسیار به برنامه خوش آمد. با درودهای ایران دوستانه خدمت شما آقای دکتر انصاری و بینندگان عزیزتون، بسیار سپاسگزارم که این مهر و محبت رو به من داشتید و اجازه دادید که امروز در برنامه شما حضور پیدا بکنم. خیلی خوشبخت هستم. مقالتون جناب دکتر جدی بسیار جالب بود. من چندین بار خوندم و خوشبختانه این شانس رو داریم که امشب بتونیم با شما در این باره صحبت بکنیم. باز جمهوری اسلامی چه دست گلی به آب داده آقای دکتر جدی در مرز آذربایجان و ارمنستان؟ آقای دکتر انصاری، یکی از مشکلاتی که الان ما ایرانگرایان، میهن پرستان، وطن دوستان پیدا کردیم، پارادوکسی هست که وجود جمهوری اسلامی هم هویت تمدنی و فرهنگی ما ایرانیان رو در معرض یک خطر جدی و فوری قرار داده و هم اینکه نگرانی هایی رو به وجود میتونه بیاره که اسباب این بشه که این تصور در بخشی از نیروهای اپوزیسیون به وجود بیاد که مخالفت کردن با جمهوری اسلامی به مفهوم این هست که شما دارید با کشور ایران یا با ملت ایران مخالفت میکنید، در حالی که واقعیت این هست، حقایق میدانی داره نشون میده که وجود یک حکومتی که ترجیح داده و اهداف اولیش رو هم بر همین اساس پایه‌گذاری کرده که تشویق بکنه و گسترش بده یک ایده پان اسلامی شیعی رو در منطقه، تمام منافع ملی ایران و این ایده‌ای که منافع کشور ایران و مردم ایران رو در کوتاه مدت که نسل ما رو در بر میگیره و در بلند مدت که فرزندان و نوادگان ما رو در بر میگیره، فدای اون برنامه‌های بلند پروازانه پان اسلامی ورژن شیعه خودش میکنه.
بسیار بسیار عالی. منظور شما از تیتر مقاله‌ای که نوشته بودید محور شیطانی چی هستش؟ و کلن الان اشاره کردید به این ماجرای پانشیئیزم، ولی خب پانترکیزم هم الان با وجود رئیس جمهور آذربایجان و رئیس جمهور ترکیه رواج پیدا کرده. درسته که جمهوری اسلامی خودشو یک مرکز کامل برای شیعیان دنیا میدونه و خودش رو میخواد به اصطلاح آقای خامنه‌ای میخواد خودش رو رئیس شیعیان دنیا اعلام بکنه، با وجود اینکه جمهوری آذربایجان اکثریت شیعه هستن، اما میبینیم که گرایششون بیشتر به سمت ترکیه هستش که سنی مذهب هستن. نقش اسرائیل رو هم نباید در این میان فراموش کرد که یکی از حامیان بزرگ جمهوری آذربایجان هست. کلا میشه این تنش‌هایی که در منطقه هست رو برای ما توضیح بدید؟ آقای دکتر انصاری، صحبت کردن در مورد مسائل ژئوپلیتیک یک ظرافت‌های خاص خودش رو داره که لازم هست اینها رو به صورت جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار داد، و بعد که شما این موزاییک ها رو شکل دادید و اینها رو در کنار هم قرار بدید، بعد یک بیگ پیکچری در برابرتون قرار میگیره که بر اساس اون بیگ پیکچر شما تصمیمات استراتژیک برای مملکتتون و کشورتون طراحی میکنید، اون هم توسط یک تیم و گروهی که درش هم نظامی ها شرکت دارن، هم سیاست مداران شرکت دارن و هم دیپلومات ها. چون یک خلاف نظریه‌ای که الان خیلی اشتباه رایج شده، سیاسیون و دیپلومات ها رو همه رو یکی میدونن، در حالی که سیاست مدارها با دیپلومات ها کاملا هم دیدگاهاتشون تفاوت میکنه و هم وظیفه کاریشون فرق. من در حدود اون وسعتی که توانایی من و دوستانم در مرکز مطالعات ایران هست سعی میکنم که این مسئله رو در این مدت زمان کوتاه برای شما توصیف بکنم و توضیح بدم. مقاله‌ای که من نوشتم و شما بهش اشاره کردی، به این دلیل من به نام محور شرارت و یا محور شیطانی خطابش کردم، چون این نشون دهنده دقیقاً همون محوری هست که به عنوان Axis of Evil در دنیای مطالعات بین الملل شناخته شده. این Axis of Evil که الان در منطقه قفقاز جنوبی شکل گرفته که به نوعی به منطقه آسیای میانه هم متصل هست و این حلقه اتصالیش از طریق کشور پاکستان داره صورت میگیره، و شاید درست‌تر این باشه که بگم از طریق سازمان اطلاعات نظامی ارتش پاکستان که پاکستان و سیاستمداران رو در دست خودش داره. شما ارتش پاکستان رو دقیقاً میتونید مقایسه بکنید با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. آنگونه که سپاه در دولت نفوذ داره، سیاستمداران رو تحت کنترل خودش داره، مقامات سیاسی رو بین خودشون تقسیم میکنن، ارتش پاکستان دقیقاً همین کار رو انجام میده، همین نفوذ رو داره و سازمان اطلاعات نظامیش دقیقاً مثل همین سازمان اطلاعات سپاه هست. یعنی فراقانونی، فرای قانون اساسی اگر تصمیم بگیره، همین سازمان اطلاعات نظامی پاکستان میتونه فردا همین نخست وزیر پاکستان رو که الان این صحبت ها رو هم انجام میده شبانه از کاخ خودش دستگیر بکنه و ببره. این به این دلیل هست که من این مقاله رو اسمش رو گذاشتیم Axis of Evil، محور شرارت، محور شیطانی. حالا چرا ما این رو عنوان کردیم محور شرارت؟ به این دلیل که این محور از این بابت شکل گرفته که یک تغییرات بنیانی در پیکره ژئوپلیتیک منطقه به وجود بیاره. اصولا در دنیای دیپلماتیک، در دنیای استراتژی نظامی همیشه تلاش بر این است که استاتس کو حفظ بشه، یعنی که اون وضعیتی که الان پذیرفته شده و وجود داره
این تغییر پیدا نکنه، چون هر گونه تغییری اسباب ایجاد تنش و درگیری میشه. این محور به این دلیل تشکیل شده که استاتسکو تغییر پیدا بکنه. اینها میخواهند که وضعیت ژئوپلیتیک در منطقه رو تغییر بدن بر اساس دیدگاه هایی که برای خودشون اینا تعریف کردن. این دقیقا همون وضعیتی است که برای امریکا در منطقه الان پاسیفیک و اقیانوس هند به وجود اومده که اسم استراتژیشون هم باشن استراتژی مقابله با گسترش چین در اقیانوس پاسیفیک و هندوستان. چون چین به دنبال اینه که اون استاتس کوی رو که الان در منطقه دریای جنوبی چین وجود داره تغییر بده به نفع خودش. این سه کشور باکو، پاکستان و ترکیه به دنبال این هستن که پیکره ژئوپلیتیک در منطقه آسیای میانه و در منطقه قفقاز جنوبی رو به نوعی تغییر بدن که در نتیجه بیشترین نفوذ و پیته عمق نفوذ خودشون رو در اونجا بتونن اعمال بکنن. در منطقه آسیای میانه با کمک هایی که همین اطلاعات نظامی پاکستان به دست پرورده های خودش که طالبان هستن، که این طالبان در اون کمپ های پناهندگی در پیشاور آموزش های لازمه هم ایدئولوژیک رو دیدن و هم آموزش های لازم نظامی رو دیدن، ارسال شدن به داخل افغانستان و هم اینکه در زمانی که اینها بدون شلیک یک گلوله کابل رو تونستن تصرف بکنن، کارشناسان نظامی ارتش پاکستان در اختیار اینها قرار گرفتن که اینها بتونن امورات مملکت رو در دست بگیرن. این سازمان شکل گرفته و آموزش دیده که اعمال تروریستی انجام بده، اما طالبان نه تجربه و نه تخصصی برای اداره یه مملکت داره. منفجر کردن یه ساختمان خیلی راحت تر از اینه که این ساختمان رو شما دوباره بخواید بسازید، یک تخصص دیگری لازم داره. از سوی دیگر جمهوری باکو و جمهوری ترکیه بر اساس اون دیدگاه نژاد پرستانه پان ترکیسم که از حدود 20-25 سال پیش این آغاز شد. من به خوبی به یاد دارم زمانی که رفسنجانی هنوز در ایران دوره اول ریاست جمهوریش بود و در سال 92 این جمهوری های تازه مستقل شده از اتحاد جماهیر شوروی درهای خودشون رو باز کردن به روی تجار خارجی. کارخونه های رب گوجه فرنگی سازی در مشهد نمیتونستن قیمتی رو ارائه بکنن در این بازارهای ترکمنستان و ازبکستان که رقابت بکنه با کارخونه های رب گوجه فرنگی سازی در ترکیه، که اینها در ترکیه باید هزینه ترانسپورت هم میدادن تمام ایران رو بگذرن بعد بیان ببرن مثلا در ترکمنستان و ازبکستان اینو بفروشن، در حالی که در خراسان اینو پشت وانت میریختن، وانت پیکان میبردن و بر میفروختن، قیمت ترک ها ارزون تر در میومد. برای این بود که دولت سوبسید میداد، ما بقیه تفاوت قیمت رو به صادر کننده هاش میداد. از همون زمان اینها این کیته نفوذ خودشون رو داشتن گسترش میدادن با قرص کردن جای پای خودشون از طریق نفوذ اقتصادی. همون زمان از دوران رفسنجانی نه تنها یه دیدگاه واقعی به این تغییرات ژئوپلیتیک در منطقه اعمال نشد، بلکه کوچکترین اقدامی هم نشد، نه به صادرکننده های ایرانی کمک کردن، نه در سازمان ملل در برابر یه جمهوری که تازه شکل گرفته و اومده میخواد یک اسمی رو تصرف بکنه که یک سابقه تاریخی داره در مملکت ایران و اون اسم در سازمان ملل به ثبت برسونه. به راحتی ایران میتونه سونچه جلوی این کار رو بگیره. دقیقا همون کاری که کشور یونان در قبال مقدونیه کرد. جمهوری مقدونیه نتوانست اسم خودش رو در مراکز بین المللی به ثبت برسونه به دلیل مخالفت شدید کشور یونان و در نهایت ناگزیر شد که اسمش رو عوض بکنه. جناب آقای هاشمی رسمنجانی که فرزندانش الان سعی میکنن ایشون را قهرمان خوشبختی در ایران معرفی بکنن، بزرگترین
خیانت رو نسبت به تمدن فرهنگی ایران در منطقه آسیای میانه و قفقاز جنوبی انجام داد با این کوتاه‌بینی هاشون نسبت به منافع ملی ایران، چون دیدگاهشون تامین منافع جیب‌های گشاد آخوندی خودشون بود و گسترش اون دیدگاه پان اسلامی شیعیشون. این طنز تاریخ در اینجا شکل میگیره که جمهوری ترکیه اتفاقا داره از این مسئله پان اسلامی استفاده میکنه. یعنی آقای اردوغان یکی از پایه های این گسترش نفوذ خودش رو بر اساس دیدگاه پان اسلامیست گذاشته، با این تفاوت که اونا پان اسلامیست که از ورژن ترکی هستن، دیدگاه های عثمانی رو میخواد گسترش بده، ولی آقای اردوغان که به دنبال ایجاد یک کیته نفوذ لایک نیست، ایشون که اصلا خودش رو سکولار معرفی نمیکنه. یکی از بزرگترین نشانه های سکولاریست در ترکیه که اون موزه معروف در شهر استانبول رو بود رو آمد و مجددن تبدیلش کرد به مسجد. اینها همه نشانه های میدانیست که شما به عنوان مسئولی مملکت باید اینها رو متوجه بشید و متوجه این مسئله باشید که اینها چه خطراتی براتون میتونه به وجود بیاره. این کوتاه‌نگری، خودخواهی و محاسبات غلط استراتژیکی که هم نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در داخل سپاه پاسداران از جمله مثلا آقای قاسم سلیمانی تعریف میکردن، اینها غلط بوده، و هم سیاستمداران دیپلمات‌هاشون، یعنی دیپلمات‌های بسیار ناکارآزموده، و حتی احتمال این داره که اینها خریداری شده باشن و در اونجا به اینها پول‌هایی داده شده باشه که اصولاً اطلاعات درستی در اختیار مردم در ایران نذاره. یکی از وظایف سفرا در کشورها این هست که رابطه فرهنگی و روابط سیاسی بین دو کشور رو اینها کمک بکنن مستحکم بشه. اینها دقیقا برخلافش عمل کردن. سه سفیر قبلی ایران در جمهوری باکو دقیقا بر ضد منافع ملت ایران کشور ایران عمل کردن. همینک اگر یک حکومت درستی در ایران وجود داشت باید این سه سفیر احضار می شدن و به جایی که جوانای مردم رو اون حفاظت اطلاعات سپاه ببره در اونجا شلاق بزنه ازشون اعتراف دروغ بخواد بگیره، بعد این سفرهای خودش رو بیاره در اونجا ازشون بازجویی بکنه که شما اونجا چه کار میکردید، چرا کمک کردید که این چنین وضعیتی برای مملکت ایران رخ بده. جمهوری باکو با استفاده از همکاری نزدیکی که با کشور اسرائیل داره و این همکاری نزدیک هم به دلیل دشمنی اسرائیل با جمهوری اسلامی نه با کشور ایران، جمهوری اسلامی یک وضعیت بدی رو برای مردم ایران و کشور ایران به وجود آورد. یکی در داخل تمام مردم بر ضد جمهوری اسلامی هستند بدون استثنا، یکی در خارج تمام کشورهای همسایه ایران بر ضد ایران شده، چون اینها ایران رو در قالب جمهوری اسلامی برای خودشون میتونن تعریف بکنن. درسته که بنده و شما جمهوری اسلامی ایران رو یکی نمیدونیم، ولی برای یک دولت خارجی این جمهوری اسلامیه که داره سیاستهایی در ارتباط با کشور ایران در منطقه تعریف میکنه، برای اونها جمهوری اسلامی ایران میشه یک. اونها بنابراین دشمنیشون با جمهوری اسلام دقیقا الان داره ترجمه میشه به دشمنیشون با کشور ایران. از چیا دیگه آقای اردوغان دوچار یک مالی خولیای عثمانی شده، بلند پروازی های عظیمی برای خودش در نظر گرفته، یک پایه این بلند پروازی هاشو بر اساس پان اسلامیست گذاشته، ایدئولوژی پان اسلامیست، و یک پایه دیگر رو بر اساس دیدگاه نژاد پرستانه پان ترکیسم. این باز یک طنز واقعا تاریخ هست، چون دیدگاه های نژاد پرستانه از حوزه تعریف سیاست هایی که در کشور اسرائیل برای مردم تعریف میشه کاملا برخلاف اون موازین دولت اسرائیل. دولت اسرائیل خودش همیشه ضد نژادپرستی معرفی میکنه،
و همین دلیل هست که اونها دائما خودشون رو مخالف با اون اظهارات گروه های نازی معرفی میکنه. اتفاقا این نشاط پرستای ترک دقیقا روابط نزدیکی هم در جنگ جهانی اول هم در جنگ جهانی دوم با این نشاط پرستای آلمانی داشتن. این طنز تاریخه که وجود یک حکومت ضد ایرانی باعث شده که حتی دو تا حکومت که اینقدر دیدگاه های فلسفیشون نسبت به هم متفاوته بیان در کنار هم قرار بگیرن به دلیل منافع استراتژیکشون بر علیه جمهوری اسلامی. از یه دیگه پاکستان به دنبال این هست که خودش رو از بند اون ارتباطات فرهنگیش با هندوستان جدا بکنه. ناگهان یک سری روشنفکری در پاکستان پیدا شدن و اینها یک حلقه گم شده در نژادشناسی خودشون پیدا کردن و معتقد هستن که اینا اصلا از نژاد ترک ها هستن. پاکستانی ها پشتون ها همون نژادی هستن که از صحرای مغولستان اینها حرکت کردن اومدن و در این منطقه پشتونستان ساکن شدن که این منطقه پشتونستان الان تقسیم شده بین افغانستان و پاکستان و به این ترتیب هست که پاکستان خودش رو داره به عنوان ترک الان معرفی میکنه. این دلیلی هست که شما میبینید پاکستان دعوت شده و در این محور شرارت قرار گرفته. بله پاکستان نه مرز جغرافیایی با کشور ترکیه و یا جمهوری باکو داره و نه اینکه هیچ گونه معاملات تجاری آنگونه با این دو کشور داره. اصولا هیچ گونه معاملات تجاری قابل بحثی هم نداره. اما اینها با هم تصمیم گرفتن تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه به وجود بیارن که هم قفقاز جنوبی حوزه نفوذ ترکیه بشه و هم آسیای میانه حوزه نفوذ پاکستان و بر اساس این دیدگاه پان ترکیسم ترکیه و پاکستان با هم دیگه در قسمت‌های ترک نشین آسیای میانه اینها شروع به اون اصطلاح خودمون که معروف هست ترک تازی بکنن. این خیلی خلاصه این وضعیت استراتژیکی هست که الان شکل گرفته و متاسفانه هیچ کدوم از این مانورهای نظامی مفهوم خاصی برای کشورهای این محور شرارت نداره. مانور نظامی برای انجام یک سری تمریناتی است که شما در چارچوب یک طرحهای نظامی برای خودتون تعریف میکنید. ما چه طرح نظامی در قبال دست اندازی جمهوری باکو به این دالان بسیار مهم می‌داریم که از بالای مرز ایران این عبور میکنه؟ این دالان دالانی است که ایران رو به ارمنستان متصل میکنه. جمهوری باکو هیچ گونه ادعایی نسبت به این دالانی که الان شما بر روی صفحه نقشه رو دارید نشون میدید و به صورت خطچین در اونجا داره نشون داده میشه نمیتونه داشته باشه. یک منطقه خودمختاری به اسم قره‌باغ وجود داره در ناحیه شمال شرقی این کشور ارمنستان که در اینجا البته میشه منطقه جنوب جنوب شرقی ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان که در منطقه جنوب غربی هست. اینا کاملا از هم مجزا است. یک دالانی بین مرز ایران و جمهوری ارمنستان وجود داره. این رو جمهوری آذربایجان ادعای ارضی نسبت بهش داره، ادعای سرزمینی داره، ولی ادعای سرزمینی خیلی ها داره. این کشور مایکروسکوپی دبی هم و یا اون امارات متحده عربی هم اینها ادعای ارضی زیادی نسبت به خیلی چیز در خلیج فارس داره، ولی این به مفهوم این نیست که اینها میتونن اعمال حکومت در اونجا بکنن و یا یعنی که اصلا این متعلق به اوناست. متاسفانه با این محاسبه اشتباهی غلطی که در جمهوری اسلامی بر اساس نزدیکی دیدگاه اسلامی بین شیعیان جمهوری اسلامی با شیعیان داخل جمهوری باکو وجود داره، در جنگ اخیر قره‌باغ به جای حمایت رسمی از کشور ارمنستان و حفظ منافع ملی ایران در سال گذشته اینها اومدن و حمایت کردن به صورت رسمی از جمهوری باکو در تصرف منطقه قره‌باغ
و حتی ادعای ارزش نسبت به این دولت. سه نماینده رهبر جمهوری اسلامی، سید علی خامنه ای، رسما اومدن و اعلام کردن این هم بر اساس قوانین شرع، این سرزمین ها سرزمین های اسلامی متعلق به جمهوری باکو، و هم اینکه این حق مسلمانان جمهوری باکو هست که این دالان رو در اختیار داشته باشند که بتونن قسمت دیگری که برادران مسلمانشون در نخجوان حضور دارن رو به همدیگه وصف بکنن. این حرفای آقای خامنه ای بود البته. بله بله، سید علی خامنه ای اعلام کرد رسما سرزمین های مسلمانان باید آزاد بشه و مجددن به اونها واگذار بشه. دیگه یعنی شما چه حمایت سیاسی روشن در واضح تری از این میتونید داشته باشید؟ چه سخن ضد ایرانی واضح تر و روشن تر از این شما میتونید داشته باشید؟ حالا چرا وجود این دالان مهمه؟ چون روی اون نقشه شما میبینید یک مرز بسیار کوچک بین کشور ترکیه و این جمهوری خود مختار نخجوان وجود داره که بر روی نقشه شما احتیاج دارید به یه ذره‌بین که اصلا بتونید این مرز رو پیدا بکنید. ولی در اون زمانی که این مرزبندی ها بر اساس توطئه‌ای که کشور فخیمه انگلستان با تزار روسیه انجام میدادن، اینها این توافق کردن که این امتیاز رو به دولت عثمانی بدن و این قسمت مرزی کوچک رو در اختیار عثمانی بزنن. شما در حالی که میبینید در منتهای لح بالا حتی قوسی که از مرز ایران میاد به بیرون تقریبا اینجا رو تبدیل کرده به یک کوچه دوستی که در قدیم در تهران بعضی خیابونا یه نفر بیشتر نمیتونه از توش رد بشه. خب چگونه است که بعد این گونه تحریزی شده؟ مثلا یه نفر در اونجا ناگهان عطسه کرده این مرز یه همچین شکلی پیدا کرده. اینا همه توطئه های تاریخی است که این قدرت های بزرگ برای این منطقه همیشه در نظر داشته. حالا بر اساس همین توطئه تاریخی ترکیه وقتی به نخجوان مرز داره، اگر این دالانی که اینجا خطچین شده باز بشه و در اختیار آذربایجان قرار بگیره، یعنی ترکیه مستقیما مرز داره با جمهوری باکو و از طریق جمهوری باکو هم میتونه اعمال نفوذ در منطقه قفقاز جنوبی بکنه و هم میتونه اعمال نفوذ در دریای کاسپیان بکنه. از سوی دیگه با همکاری‌های نزدیکی با پاکستان میخواد انجام بده. اینها میخوان که بتونن اعمال نفوذ بکنن هم در قسمت ترکستان بزرگ آسیای میانه که اون ترکا درش شرکت خواهند کرد، هم در این منطقه پشتونستان که تا قسمت کشمیر این پیش خواهد رفت که اونجا رو بین خودشون تقسیم کردن که منطقه نفوذ پاکستان باشه. این راهروی زنگزور که جناب علی بهش اشاره کردید الان بینندگان دارن میبینن، اگر این رو بخوان جمهوری آذربایجان بخواد اینجا رو بگیره، مرز کاملا ایران با ارمنستان کاملا قطع خواهد شد. ما دیگه هیچ مرزی با ارمنستان نخواهیم داشت. این بسیار آقای دکتر انصاری مهمتر از داشتن مرز با یکی از همسایه هامون که کشور ارمنستان هست. این دالانی که شما در اینجا میبینید که جمهوری باکو نسبت بهش ادعای سرزمینی داره، این شما باید مثل یک اتوبانی در نظر بگیرید که کشور ایران رو به منطقه اوراسیا و دریای بالتیک وصل میکنه. یعنی از دست دادن این قسمت به مفهوم اینه که شما کاملا از منطقه قفقاز جنوبی مجزا میشید. تمام این مسئله پیوستن جمهوری اسلامی الان به اون پیمان شانگهای همین هست که به بازار اوراسیا دستیابی پیدا بکنه. خب شما اگه این دالان رو اینجا میخواید از دست بدی، و بعد چگونه میخواید به اون بازار اقتصادی اوراسیا دستیابی داشته باشی؟ وقتی جمهوری باکو و جمهوری ترکیه به شما اجازه ندن که شما بتونید راه عبوری داشته باشید، که اینها باز واقعیت های میدانی هست. شما الان میبینید در یک جاده اتوبان مرزی که بین ایران و ارمنستان وجود داره، 12 کیلومتر از این جاده الان در قسمتی قرار گرفته که سربازای جمهوری باکو در اونجا یک پاسگاه زده.
اینها اومدن جلوی کامیون‌های ایران رو میگیرن. این کامیون‌ها دیگه ارتباطی با جمهوری اسلامی نداره. اینجا نمیتونی شما بگی این کامیون جمهوری اسلامیه. نه، این کامیون ایرانیه. تولیدات کارخانجات ایران رو داره میبره در این منطقه اوراسیا، هم ارمنستان و هم گرجستان و هم تا اوکراین، اینها رو به فروش برسونه. این دیگه ارتباطی با جمهوری اسلامی نداره. اینجاست که این پارادوکس شکل میگیره. اینجاست که میهن پرستان و ایرانگرایان اینو باید متوجه باشن، تفاوت بین این مسئله منافع ملی ایران و این مسئله که الان جمهوری اسلامی میگه مخالفت کردن با ما به مفهوم اینه که شما داری با ایران مخالفت میکنی، در حالی که سیاست عملی جمهوری اسلامی داره نشون میده که وجود و حضور جمهوری اسلامی دقیقا هم کشور ایران هم ملت ایران رو در یک وضعیت فلاکتبار تاریخی قرار خواهد داد. یعنی از دست دادن این دالان، آقای دکتر انصاری، خسارتش به ملت ایران و کشور ایران اگر بیشتر نباشه کمتر از ترکمانچای نخواهد بود. به همون اندازه که ما منافع اقتصادیمون رو و حوزه تمدنی خودمون رو در منطقه قفقاز جنوبی بر اساس اون قرارداد ترکمانچای از دست دادی، این باریکه کوچیکی که شاید به دید کسی نیاد، همه فقط نگاه بکنن که 3 تا کشور از ایران جدا شده، حالا این یه تیکه کوچولی دیگه چه اهمیتی داره؟ اتفاقا نقاط استراتژیک همیشه در این دالان‌های کوچک هست که تعریف میشه. اگر این دالان از اختیار کشور ایران و ارمنستان خارج بشه، بزرگترین خسارت تاریخی به منافع ملی ایران در قرن 21 وارد خواهد شد و کاری که سید علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی انجام دادن فجیع‌تر و خسارتبارتر از اون خواهد بود که فتح‌علی‌شاه در زمان امضای قرارداد ترکمنچای انجام داد. بله، با سپاس بسیار. البته فتح‌علی‌شاه جنگ رو باخت، ولی اینا بدون جنگ فقط با حماقت دارن تمام ایران رو به باد میدن. جناب دکتر جلدی، همایشی که اشاره کردید شما پاکستان انجام داد با این کشورها، جدا از دلیل اون پانترکیزمی که شما گفتید، علاوه استراتژیک چه معنای دیگه داره برای این پانترکیزمی که داره در منطقه راه میفته؟ اشاره من به نیروی اتمی هستش که پاکستان. بسیار نکته مهمی رو شما بهش اشاره فرمودید آقای دکتر انصاری. هم من میدونم هم شما میدونید، به همون اندازه‌ای که بنده و شما میتونیم مدعی بشیم که ماها نواده‌های ناپلئون هستیم، کشور پاکستان هم میتونه مدعی بشه که ترک نشاط هست. بنابراین اینها ادعاهایی هست که برای سرگرم کردن مردم مطرح میشه. واقعیت این هست ترکیه به این دلیل همکاری پاکستان رو پذیرفته و حتی دعوت کرده ازشون که بیان با هم دیگه این محور شرارت و شیطانی رو شکل بدن، چون پاکستان دارای بمب اتمیه. چون حضور یک کشور دارای بمب اتمی بسیار این ترازو رو به نفع آقای اردوغان و این الهام علیوف تغییر میده. ببینید، قدرت نظامی بر اساس اینکه الان من چند میلیون نفر مثلا بسیجی دارم یا چند میلیون مثلا بسیجی الان میان نارنجک کمرشون میبندن میرن زیر تانک میخوابن، نیست. قدرت نظامی بر اساس اینی که الان یه مش تانک 40 سال پیش 50 سال پیش رو پشت کامیون بذارن بعد ازش فیلم برداری بکنن بگن ما رفتیم در اونجا الان مانور نظامی داریم دم مرز بیدیم، نیست. مدرن‌تر از این تانک‌ها، بهتر از این تانک‌ها رو کشور ارمنستان داشت و در همین منطقه قره‌باخ هم اینها رو گذاشته بود و در جنگ قره‌باخ شما دیدید یک کشور بسیار ضعیفی مثل جمهوری باکو تونست در این جنگ پیروز در بیاد، برای اینکه الان قدرت بر اساس دسترسی داشتن به تکنولوژی نظامی، دسترسی داشتن به یک سیستم جنگی جدیدی هست که بهش میگن intelligent warfare، یعنی شیوه های جنگی هوشمند
که اون چیزی هست که اسرائیل در اختیار جمهوری باکو قرار داد و دسترسی داشتن به تکنولوژی های روزتر نظامی، مثل اون چیزی هست که ترکیه در اختیارش قرار داد که این پهپادهای ترکی رو براشون ارسال کرده بود و حتی کارشناسان ترک بودن که اینا رو پرواز میدادن. این کارشناسان ترک بودن که این پهپاد رو بر فراز منطقه قره‌باغ پرواز میدادن و تانک‌های ارامنه رو دونه به دونه میزدن. تمام این تانک‌هایی رو که الان جمهوری اسلامی پشت کامیون گشته برده در عرض 3 روز توسط همون استراتژی که جمهوری باکو استفاده کرد و با کمک اسرائیل و ترکیه میتونه همه رو نابود بکنه. یعنی افرادی که به مسائل استراتژی نظامی آشنا هستن اینو به خوبی در میابن در چه وضعیت بدی و در چه وضعیت پایینی جمهوری اسلامی الان کشور ایران قرار داده. من موشک نقطه زن دارم، الان موشک نقطه زنت به درد کجا میخوره؟ شما الان با این موشک نقطه زنت چه کار میخوای بکنی؟ وقتی که یکی از اعضای این محور شرارت کشور پاکستان، کشور برادر مسلمان پاکستان هست که دارای بمب اتمیه، شما رفتیم مثلا بر اساس بعضی از این شیپورچی های خودت مزرعه زیر دریا درست کردی که از زیر دریا موشک شلیک بکنی، یا نمیدونم سلاح کوانتومی درست کردی. یعنی اینها بعضی اوقات دروغ‌هایی هم که میگن اصلا توجه نمیکنن که حداقل یه چیزی بگن که مردم بپذیرن. درست دروغ هرچی بزرگتر باشه پذیرشش توسط مردم راحت تره، ولی آیه مسائل عقلانی هم باید درش گنجانده بشه. از زیر دردی که شما مزرعه اتمی نمیتونید داشته باشی که موشک شلیک بکنی، یا کدوم سلاح کوانتوم دارید صحبت میکنی؟ همون کوانتوم هایی که مثلا در دوره سطر اسلام استفاده میکردید، مثلا در جنگ احد میبردی، همچی چیزهایی وجود نداره. کشور پاکستان نیازی حتی به شلیک یک گلوله نداره. این رو ترکا میدونن، از همه اینا بهتر الهام علیوف میدونه و به دقیقا به همین دلیل هست که تمام کارشناسان هم سیاسی و هم افرادی که عضو این گروه باند علیوف در جمهوری باکو هستن در این دو هفته گذشته رسما اعلام کردن کوچکترین خطری که برای جمهوری باکو صورت بگیره کشور پاکستان در کنار ما ایستاده و به شدیدترین نحو ممکن پاسخ خواهد داد. این شما چگونه ترجمه میکنید؟ شدیدترین نحو ممکن یعنی چی؟ یعنی که مثلا پاکستان چهار تا چتربوز رو با کلاشینکوف میفرسته که دو تا بسیجی که اینو با کلاشینکوف اونجا گذاشتن با هم بجنگن، یا چهار تا مثلا تانک 40 سال قبل رو اینو مثلا با تانکای چینی با هم بجنگن؟ آیا اصلا الان یه همچین جنگ های کلاسیک جنگ جهانی دومی شکل میگیره؟ به هیچ عنوان. بسیار وضعیت خطرناکی الان کشور ایران درش قرار داره. این خطر نه تنها جدی هست بلکه بسیار فوری هست به دلیل تمام این 30 سال گذشته زمانسوزی که اینها انجام داده. در 10 سال اول که 2 سال کشتار تمام میهن پرستان بود، الان تمام صحبتی که میشه انگار تا قبل از 68 جمهوری اسلامی گل و بلبل بوده، دست به یه نفر نزده، هیچ کس کشته نشده. از 68 به بعد جمهوری اسلامی شروع کرده به کشتار. آقا جمهوری اسلامی 68 همون کسایی رو شرکت بکشتن که با شماها با همدیگه بر روی استخوانان میهن پرستان میرقصیدید و پایکوبی میکردید. در 2 سال اول انقلاب میهن پرستان بودند که داشتن کشته میشدن و به قتل میرسیدن. بعد از پایان این 10 سال 30 سال اینا مهلت داشتند که واقعا اگر کوچکترین علاقه به ملت ایران و یا به کشور ایران داشتن خودشون نشون بده. تمام شواهد میدانی داره نشون میده نه تنها اینا کوچکترین علاقه به ملت یا به کشور ایران ندارن، بلکه اینا حاضر هستن حتی ملت ایران و کشور ایران رو فدای اون اهداف به اصطلاح خودشون پان اسلامی شیعی بکنه. کاملا متاسفانه 40 ساله کارشون همینه. درباره ترک بودن پاکستانی ها که شما گفتید، من مقاله خوندم در نشریات فرانسه
و میگفتش که پشتون هایی که در افغانستان هستن از ایل بنی اسرائیل هستن، یکی از اون ایل هایی که از اونجا راه افتاده آمده تا پاکستان و اینها به اصطلاح هم نژاد هستن با اسرائیل. آی دکتر انصاری وقتی بخوان داستان سازی بکنن خب دیگه کوتاهی نمی کنن که، داستان سرایی میکنن، مثل ایرانگرایی که الان بعضی از این شیپورچه های جمهوری اسلامی در ایران شروع کردن، هم در داخل و هم صادراتیشون در خارج دارن انجام میدن. مثلا شیپورچی مثل رائف پور میاد ایرانگرایی صحبت میکنه، بعد ایرانگرایی در چارچوب شیعه تعریف میکنه و امپراتوری صفوی، یا اساتید بزرگ ایرانگرایی که من در پیش اونها ایرانگرایی رو آموزش دیدم مثل مرحوم دکتر تفضلی، در ایران در قبل از اینی که این قطعهای زنجیره‌ای بخواد معروف بشه به قطر رسوندن، و یا دکتر کوروش آریامنش رو در فرانسه به قطر رسوندن. بعد تمام صحبت اینها چه بود؟ مگه غیر از ایرانگرایی صحبت کردن بود؟ اینا که چریک نبوده، اینا که تروریست نبوده، چریکا و تروریسته که با خود اینا همکاری کردن اومدن این حکومت وحشت رو به وجود آوردن. پس چگونه است وقت الان شما ناگهان اساتیدی ناگهان پیدا میکنید که اینها میشن اساتید اصلا مؤسس ایرانگرایی در ایران، کتاباشون توسط وزارت ارشاد جمهوری اسلامی چاپ میشه، تمام هزینه مسافرتشون به خارج جمهوری اسلامی پرداخت میکنه، بچه‌هاشون به عنوان لابی جمهوری اسلامی در بالاترین مقام‌های حساس سیاسی در کشور امریکا قرار میگیرن. وقتی که اون لحظه ای برسن که بخوان داستان سازی بکنن دیگه از این داستان ها فراوان میسازن، یا از بنی اسرائیل هستن یا از چنگیزخان مغول هستن. ولی واقعیت اینه تمام این داستان سرایی ها، تمام این قتل ها و کشتار ها از میهن پرستان، تمام این اپوزیسیون قلابی و جعلی ساختن، تمام این مال خود کردن های حرکت های فرهنگی و تمدنی که تمام ایران پرستان در از این 40 سال گذشته حمایت کردن و گسترش دادن در برابر این تمدن جعلی اسلامی، چون دین و مذهب که تمدن ایجاد نمیکنه، اینها از بابت این بوده که کشور ایران و ملت ایران رو از اون مقامی که داشتن به این سطحی برسونن که الان شما شاهدش هست. بزرگترین هدف جمهوری اسلامی و روح الله خمینی هندی‌زاده همین بود که ایران و ایرانی رو نابود بکنه و دارن میکنن. این حرفی نیست که من امروز بزنم، این حرف رو پادشاه ایران شاهنشاه آریامهر زدن، این حرف رو دکتر شاپور بختیار زدن، این حرف رو الان تمام میهن پرستان دارن باز تکرار میکنن، و این یک واقعیت هم تاریخی هست و هم شواهد میدانی براش وجود داره که تک تک اونها رو امروز بهش اشاره کرد. جناب دکتر جلدی بسیار بسیار سپاسگزارم از مطالبی که فرمودید. یک نکته سوال پرسش آخر که برنامه رو به پایان ببریم، درباره نزدیکی اسرائیل با شما جمهوری باکو میگید، یا رسما فعلا جمهوری آذربایجان، این رو شما بیان فرمودید از اینی که به خاطر دشمنی با جمهوری اسلامی هستش که دولت اسرائیل از جمهوری آذربایجان حمایت میکنه. آیا فکر میکنید که این همکاری فقط و فقط برای مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی هست، یا اینی که اسرائیل فکر تجزیه کردن ایران رو که از سالیان پیش هم در برنامه‌اش بوده، مثل حمایت از کردستان، کردستان بزرگ عرض می‌کنم، یا آذربایجان بزرگ، مسئله دیگه‌ای هم پشت پرده است؟ ببینید آقای دکتر انصاری، سوال بسیار هوشمندانه شما انجام دادید. پاسخ دادن به این سوال هم یک شهامتی احتیاج داره که نسبت بهش واقعا دیدگاه درستی بیان بشه. من دوستان اسرائیلی بسیار زیادی دارم و این شرایطی رو هم که ما الان میبینیم از هفته پیش شروع نشده، از 10 سال پیش که آقای بنیامین نتانیاهو آمده و پست نخست وزیر رو در اسرائیل گرفتن شکل گرفته.
کشور اسرائیل دیدگاه دیگری برای خودش داشت، بر شیوه دیگری رو داشت در پیش میگیره. از زمانی که آقای بنیامین نتانیاهو آمدن و قدرت سیاسی رو در کشور اسرائیل در دست گرفتن، یک دیدگاه جدیدی رو باز تعریف کردن. در داخل اسرائیل من همیشه به دوستان اسرائیلی خودم این رو یادآوری میکنم، به دنبال تأمین امنیت مردم اسرائیل از یک دولت تا دولت دیگه نباشید. تمام برنامه هایی که هم وزارت دفاع اسرائیل، هم سیاست مداران اسرائیلی، هم جنرال های اسرائیلی دارن تنظیم میکنن، بر اساس تأمین امنیت کشور اسرائیل و مردم اسرائیل از یک دولت تا دولت دیگه است. سیاست های اسرائیل در دولت احمدی نژاد با سیاست های اسرائیل در دولت خاتمی کاملا فرق میکنه. سیاست های کشور اسرائیل در دوران بنیامین نتانیاهو با سیاست های اسرائیل در دوران نخست وزیرهای قبل از او کاملا فرق میکنه. این یک خطای بزرگ استراتژیک برای مردم اسرائیل که اجازه بدن امنیتشون و منافع بلند مدت هم تمدنی و هم فرهنگیشون در نه فقط منطقه خاورمیانه بلکه در جهان بازیچه دست سیاستمدارانی بشه که چیزی به هدفی بجز تامین منافع خودشون نداره. به همون اندازه که سیاستمداران در هر کجای دیگری در جهان، چه دموکراسی چه غیر دموکراسی، برای حفظ صورت ظاهر این گونه نشون میدن که به دنبال تامین منافع مردم هستن، ولی در واقع به دنبال جمع کردن رأی هستن و تامین منافع حزبشون. این استثناء در کشور اسرائیل هم وجود نداره. سیاستمداران اسرائیل از یک کره سرزمینی دیگری به کره زمین نیومدن که تفاوتی داشته باشن با سیاستمداران بقیه جهان. اونها هم هدفشون تامین منافع حزبیشونه. این ملت اسرائیل هستن که باید به دنبال تامین امنیت و حفظ تمدن فرهنگی خودشون از یک نسل تا نسل دیگه باشن، نه از یک دولت تا یک دولت دیگه. و این تنها زمانی شکل میگیره که دولت اسرائیل این واقعیت رو بپذیره. مراکز تحقیقاتی در اسرائیل، من حالا اسمشون رو نمیارم، ولی کاملا مشخصه چند تا مرکز تحقیقاتی در اسرائیل، چند تا دانشگاه در اسرائیل مرکز مطالعات ایران شناسی دارن. من با دو تا از اینا رابطه نزدیک داشتم. یکی از اینا رابطهش ناگهان با ما قطع شد. من تعجب کردم چرا رابطه قطع شد، بعد دیدم سر کله مزاحمین خلق در اونجا پیدا شده. ناگهان اینا از چپ و راست سمینار میذارن، مزاحمین خلق رو در اونجا دعوت میکنن. آیا این منافع بلند مدت ملت اسرائیل تامین میکنه، همکاری کردن یا پروموت کردن مزاحمین خلق؟ یا مرکز ایران شناسی دیگه، من ناگهان میبینم که اینا حرف های باند رفسنجانی رو تکرار میکنه. آیا حمایت کردن از باند مافیای رفسنجانی منافع بلند مدت اسرائیل تامین میکنه، یا حمایت کردن از ملت ایران منافع ملت اسرائیل رو تامین میکنه؟ و آیا ملت ایران، آیا غیر از این است که اکثریت قریب به اتفاقشون میخواهند که جمهوری اسلامی در تمامیت کلیتش از صفحه کشور ایران پاک بشه؟ من فکر میکنم سوال شما رو تا اندازه پاسخ داده باشم. با سپاس از شما. البته حمایت دولت اسرائیل از سازمان مجاهدین خلق زمانی شروع شد که این سازمان مجاهدین برای جاسوسی تمام پرونده های اتمی ایران رو، اصلا پروژه اتمی شدن ایران رو سازمان مجاهدین لو داد به خارج از ایران از طریق اسرائیل، و از اون موقع هم حمایت آمریکا و هم حمایت دولت اسرائیل رو همراه خودشون دارن. جناب دکتر جدی، به پایان برنامه میرسیم. بینندگان عزیز، اگر درباره فرمایشات جناب آقای دکتر جدی پرسش یا نظری دارید، با تلفن هایی که به روی صفحه میبینید با کد آمریکا 650 619 7623 یا 832
277-77-48 تماس بگیرید و در اسرع وقت شما پاسخ داده خواهد شد. پاینده ایران. چنگ و دندان گشایی ما یاد